خب در این تصویر اگر نگاه بکنیم میبینیم که در رویان انسانی که ما پنج جفت کمان حلقی یا قوس حلقی داریم در سمت داخلی قوس های حلقی گفتم توسط اندودرم پوشیده شدن و این قوس ها چهار تا فرو رفتگی بینشون هست در سمت داخل که به اینها میگیم بومبست های حلقی فارنجیال پاوچ و در سمت خارج فرو رفتگی های وجود داره که به اینها میگیم فارنجیال کلفت یا شکاف های حلقی که این سطح خارجی توسط اکتودرم پوشیده شده سطح داخلی گفتم توسط اندودرم پوشیده شده و محور کمان های حلقی مزودرمیس یعنی همون سلول های ستیق عصبی که اومدن این مزانشیم رو ایجاد کردن خب اینجا مشاهده می کنید که اولین بمبست حلقی به سمت خارج گسترش پیدا میکنه و این ساختاری که به سمت خارج گسترش پیدا میکنه اسمش میشه حفره سماخی یا صندوق و سماخی اولیه و ارتباطی که با حلق پیدا میکنه این ارتباط میشه شیپور استاش یا تیوبا اودیتیوا جالبی که بدونید اولین شکاف حلقی که در سمت خارج قرار گرفته این هم به سمت عمق میاد و این در حقیقت ای اولین شکاف حلقی یا فرست فارنجیال کلفت تبدیل میشه به اکسترنال آدیتوریم آتوس این مجرای گوش خارجی که در انسان وجود داره این مجرا از اولین شکاف حلقی ایجاد شده و با باز جالب اینه که وقتی که این اکتودرمی که مربوط به اولین شکاف حلقی هست میاد با این اندودرمی که مربوط به اولین بنبست حلقی از کنار هم قرار میگیرند یه لایه باریک مزانشیمی هم بین اینها قرار میگیره و اونجایی که صندوق سماخ اولیه به مجرای شنوایی خارجی یا مجرای گوش خارجی اتصال پیدا میکنه به اکسترنال آکوستیگ ماتوس متصل میشه اونجا میشه پرده تیمپان پرده سماخ عملا من میتونم بگم که پس پرده سماخ از هر لایه جنینی منشأ گرفته یعنی هم اکتودرم هم مزودرم و هم اندودرم در تشکیلش شرکت کردن خب به این ترتیب ببینیم که اولین بنبست حلقی تبدیل میشه به شیپور صندوق سماخ و بقایای اون که به سمت حلق اومده میشه شیپور و استاش و اولین شکاف حلقی هم میشه مجرای گوش خارجی و به این ترتیب محلی که این دوتا به هم متصل میشن میشه تیمپانیک ممبرین یا صندوق سماخ یا ببخشید پرده سماخ پس تیمپانیک ممبرین یا پرده سماخ رو ایجاد میکن اپیتلیومی که در پوشش دومین بنبست حلقی هستش تکثیر پیدا میکنه و جوانه هایی رو ایجاد میکنه که به بافت مزانشیم اطرافش نفوذ میکنه جوانه ها به طور ثانوی به وسیله بافت مزودری مورد تهاجم قرار میگیرند و پیشساز لوزه کامی رو تشکیل میدن ما میبینیم که در ماهای سوم و تا پنجم بافت لنفاوی به داخل لوز نفوذ میکنه و به این ترتیب مشاهده می کنیم که لوزه کامی از بنبست حلقی دو ایجاد میشه دومین بنبست حلقی تبدیل میشه به لوزه کامی یا پالتاین تانسیل در بنبست های حلقی سه و چهار مشاهده می کنید که دو تا بال ایجاد میشه بال پشتی و بال شکمی در ناحیه بال پشتی بنبست حلقی سوم شما مشاهده میکنید که قده پاراتیروید تحتانی ایجاد میشه و بال شکمیش تبدیل میشه به تیموس تیموس رو ایجاد میکنه بعدا تیموس شروع میکنه به مهاجرت کردن به سمت مدیاسینوم فوقانی و بعد مدیاسینوم قدامی و وقتی که مهاجرت میکنه این قده پاراتیروید تحتانی رو که در سومین بنبست حلقه است با خودش میاره به سمت پایین در ناحیه چهارمین بنبست حلقی هم باز دو بخش پشتی و شکمی ایجاد میشه که در بخش پشتیش قده پاراتیروید فوقانی ایجاد خواهد شد و در بخش شکمیش در بخش تحتانیش میبینیم که یک ساختار ایجاد میشه به نام جسم اولتیمو برانشیال این جسم اولتیمو برانشیال بعدن سلول های پارافولیکولر یا سلول های سی که کلسیتونین ترشح میکنند رو در داخل قده تیروید ایجاد خواهد کرد یعنی این مهاجرت میکنه و وارد قده تیروید میشه و سلولهایی رو میسازه که به نام سلولهای سلول های پارافولیکولر میشناسیم یا سلول هایی که در کلسیتونین ترشح میکنند خب همونطوری که گفتم در سطح خارجی قوس های حلقی یا کمان های حلقی فرو رفتگی هایی که وجود داره تحت عنوان فارنجیال کلفت یا شکاف های حلقی شناخته میشه اولین شکاف حلقی گفتم که مجرای گوش خارجی رو ایجاد میکنه اما مزانشیم دومین کمان حلقی شروع میکنه به رشد کردن و میاد روی دومین سومین و چهارمین شکاف حلقی رو از بالا میپوشونه و در پایین هم باز به خاطر رشد مزانشیم یه برجستگی ایجاد میشه به نام اپیکاردیال ریج وقتی که این مزودرم دومین کمان حلقی اومد روی در این شکاف های حلقی دو و سه و چهار رو پوشوند به و به اپیکاردیال ریج متصل شد عملا می‌بینیم که سطح خارجی گردن شکل میگیره سطح خارجی گردن شکل می‌گیره خب ما می‌بینیم که ازولهی ما داریم در ناحیه یفاسی سطحی گردن به نام ازوله پلاتیسما که عصب این ازوله عصب فیشیال عصب زوج هفته من گفتم که عصب فیشیال مربوط کدام کمان حلقی است مربوط کمان حلقی دوم هستش پس عملا مشخص میشه که چرا این اتفاق میفته که از اوله پلاتیسما که تمام سطح خارجی گردن رو پوشونده عصبش از عصب فیشیال هستش این نشون میده که اون در فلپی که از کبان حلقه دو اومده روی شکاف های حلقه و دو و سه و چهار رو پوشونده باعث این عمل شده وقتی که این اتفاق میفته و مزانشیم دومین کمان حلقی یا دومین قوس حلقی میاد سطح خارجی شکافای حلقی رو میپوشونه بقایای شکافای حلقی دو و سه و چهار میشه یک سینوس کوچکی به نام سرویکال ساینوس سینوس گردنی که در حالت طبیعی این سینوس گردنی باید از بین بره اما اگر این سینوس گردنی باقی بمونه میتونه منجر به کیست گردنی بشه یعنی سرویکال سیست رو ایجاد بکنه خب در اینجا مشاهده میکنید گفتم که دومین بنبست حلقی لوزه کامی درش ایجاد میشه سومین بنبست حلقی بخش شکمیش میشه تیموس بخش پشتیش میشه قده پاراتیروید تحتانی که مشاهده میکنید که با مهاجرت تیموس قده پاراتیروید تحتانی هم میاد به سمت پایین و در پایین لبه طرفی تیروید جای میگیره خب چهارمین بنبست حلقی قسمت پشتیش میشه قده پاراتیروید فوقانی و قسمت شکمیش هم میشه قسمت تحتانیش هم میشه جسم اولتیمو برانشیال که اینها ملاحظه میکنید که باز میان مجابر تیروید قرار میگیرند قده پاراتیروید فوقانی در عقب در بالا قرار میگیره در کنار خلفی لوب طرفی تیروید و جسم اولتیمو برانشیال میاد وارد خود قده تیروید میشه و گفتم که سلولای پارافولیکولر یا سلولای سی رو ایجاد میکنه که کلسیتونین ترشح میکنه پس به طور مختصر اگر من بخوام بگم که بومبست های حلقی چه ساختارهایی رو ایجاد میکنن به خوبی اینجا شما مشاهده میکنید از بومبست حلقی اول صندوق سماخ و همچنین تیو و یا شیپور استاش ایجاد میشه در بومبست حلقی دو لوزه حلقی و اون حفره لوزه ای که در اطرافش هست ایجاد میشه در بومبست حلقی سه قده پاراتیروید تحتانی و تیموس ایجاد میشه و در قده پاراتیروید در بعد در بمب سرقی چهار قده پاراتیروید فوقانی و جسم اولتیمو برانشیال ایجاد میشه من گفتم که دومین قوس حلقی یا دومین کمان حلقی مزانشیم شروع میکنه به رشد کردن و از خارج میاد دومین سومین و چهارمین شکاف حلقی رو میپوشونه و به این برجستگی اپیکاردی متصل میشه اما گاهی خود گفتم که باقی میمونه بقایای اون سرویکال ساینوس میشه سرویکال سیست و این سرویکال سیست اگر ایجاد شد ممکنه که به سطح خارجی گردن یا به داخل حفره حلقی اونجایی که لوزه قرار گرفته تانسیلار فوسا قرار گرفته در اونجا دهم باز بکنه باز بشه به اون فضا و ترشحاتی رو بریزه به داخل حلق یا بریزه به بیرون گردن به این ترتیب عملا میبینیم که یک فیستول ایجاد میشه این فیستول میتونه جاهاش مختلف باشه این ممکنه که اکسترنال باشه اکسترنال برانشیال فیستولا ما داشته باشیم یا اینترنال برانشیال فیستولا داشته باشیم که در هر دو حالت این ترشحاتی که در داخل این سیست جمع میشه میتونه به بیرون ترشح بشه و یا به داخل حفره حلق ترشح بشه خب اینجا یک کودکی رو میبینید که در یک سیست گردنی داره سربیکال سیست داره که اینجا دیده میشه به خوبی من گفتم که ما نقاعث متعددی رو ممکنه ببینیم به دلیل اینکه سلول های صدیقه عصبی نمیتونن خوب مهاجرت بکنن و یا اینکه در حقیقت در مهاجرتشون ممکنه که آسیبی ایجاد بشه و اینها بمیرن ملاحظه میکنید که ما نقاعث متعددی رو داریم که همراه هستش با پایین قرار گرفتن گوش کوچیک بودن چانه یا میکروگناسی و در حقیقت آسیب هایی که در سر صورت ممکنه وجود داشته باشه از توالی رابینز بگیریم تا تریچر کالینز و در حقیقت های متعددی که تمام اینها به دلیل این هستش که مهاجرت سلوی صدیق عصبی دچار اختلال شده و سر و صورت نتونسته به طور کامل شکل بگیره که نمونهش رو در این تصویر میتونیم ببینیم اما تکامل زبان رو بررسی کنیم ببینیم زبان به چه ترتیبی شکل میگیره در هفته چهارم دو برآمدگی جانبی رو میبینید و یه برامدگی که بین این دوتا قرار گرفته به نام توبرکولوم ایمپار از کمان حلقی اول منشه میگیرن که اینجا مشاهده میکنید این میشه در سه تا برجستگی که از کمان حلقی منشه اول منشه گرفته دو تا برجستگی های جانبی برامدگی های جانبی و یه برجستگی میانی به نام توبرکولوم ایمپار اما در عقب توبرکولوم ایمپار از کمانهای حلقی دو، سه و چهار یه برجستگی ایجاد میشه به نام کوپولا یا برآمدگی هایپوبرانشیال که اینجا به خوبی دیده میشه این برآمدگی هایپوبرانشیال هستش که اینجا میبینیم ما خب و باز در کمان حلقی چهار شما ملاحظه میکنید یه برآمدگی در خط وسط ایجاد میشه در عقب کوپولا که به این برآمدگی میگیم برآمدگی اپیگلوتیک این برام اپیگلوتیک از اسمش معلومه چی رو ایجاد میکنه اپیگلوت رو میخواد ایجاد کنه پس میبینیم که تمایز پیدا میکنه به اپیگلوت و اونجایی که شکاف فرنج... شکاف لارنجیال قرار گرفته شکاف هنجره قرار گرفته این شکاف رو تبدیل میکنه به شکاف تی شکل و مدخل هنجره رو در جلو محدود میکنه تشکیل میده اما این دوتا لترال لینگوال سویلینگ یا دوتا برجستگیهای جانبی زبان اینا شروع میکنند به رشد کردن و میان روی کپولا رو هم روی توبرکولوم این پار رو هم میپوشونن پس اینا رشد میکنند روی توبرکولوم رو میپوشونن و چی رو ایجاد میکنند؟ اینها دو سوم قدامی زبان رو شکل میدن در حالی که این کپولایی که اینجا مشاهده میکنید این کپولا میاد یک سوم خلفی زبان رو ایجاد میکنه ما وقتی که از نظر آناتومیک نگاه میکنیم زبان رو میگیم زبان در هر نیمه دو سوم قدامی زبان حس عمومیش یعنی حسی که مربوط گرما، سرما، درد، حرارت این حس عمومی هست مربوط به عصب لینگواله عصب لینگوال شاخه از عصب مندیبولاره و مندیبولار هم خود شاخه از تریجیمینال هست یعنی مربوط زوج پنجه این نشون میده که این دو سوم قدامی زبان از کمان حلقی اول منشه گرفته اما یه نکتهی وجود داره اینجا که این خیلی جای بحث داره و اون اینه که حس چشایی دو سوم قدامی زبان توسط عصب کورداتیمپانیک تعمین میشه که کورداتیمپانیک شاخه از عصب فیشیال هستش حالا وقتی من میگم که کپولا میاد در تشکیل یک سوم خلفی زبان شرکت میکنه عملا دارم میگم که کپولا از کمان حلقی چند ایجاد شده سه ایجاد شده و کمان حلقی دو نمیتونه در تشکیل کوپولا شرکت بکنه اگرچه کتاب های جنی شناسی این رو مطرح میکنن ولی باید توجه داشته باشیم که بر اساس عصبدهی که زبان داره به احتمال خیلی زیاد این کمان حلقی دو در تشکیل دو سوم قدامی زبان مشارکت داشته و هنوز این نتونستن به اثبات نهایی برسوننش اما یک سوم خلفی زبان هم حس عمومیش هم حس چشاییش از چیه از گلوس و فارنجیاله نشون میده که کاملا از کمان حلقی سه منشأ گرفته و این کاملا دیده میشه اینجا مشخصه و بالاخره کمان حلقی چهار که گفتم اپیکلوت رو میسازه و جوانه چشایی روی اپیکلوت هم باز توسط همین کمان حلقی چهار ایجاد میشه چون عصبش از عصب ویگوس هستش یک ناهنجاری وجود داره در تکامل زبان که باید بهش توجه بکنیم تحت عنوان کیلوگلوسیا یا بسته بودن زبان که زبان بسته میگن در حقیقت این مفهوم کاملا علمی داره در حقیقت در اینجا زبان از کف دهان جدا نمیشه یعنی اون سلولی که باید دچار آپوپتوز بشن و بقایاشون باقی بمونه بشه فرانولوم زبان این آپوپتوز اتفاق نمیفته و زبان به کف دهان متصل باقی میمونه که در حقیقت در چنین شرایطی فرد قادر به تکلم نخواهد اما ساختار دیگری که شکل میگیره و بسیار ساختار مهمی است قده تیروئید هستش. بین کوپولا و توبرکلوم این که در قاعده در دقیقه در زبان وجود داشت بین این توبرکلوم این پار و این کوپولایی که در خط وسط قرار گرفتن یک سوراخی وجود داره به نام سوراخ کور یا فورامنس سکوم. در این فورامنس سکوم یا سوراخ کور ساختاری شروع میکنه به شکل گرفتن که بعدا قده تیروید رو ایجاد خواهد کرد و این ساختار در از طریق یک مجرایی شروع میکنه به مهاجرت کردن به سمت پایین که اینجا شما میبینید یعنی از فرامنسکوم زبان شروع میکنه از زخامت زبان عبور میکنه از جلوی استخوان لامی رد میشه از جلوی قزلوف تایروید هنجره رد میشه و میرسه به جلوی قزلوف نای و در مقابل غضروف های نای میبینیم که ایجاد قده تیروید رو میکنه این مجرایی که در حقیقت تیروید در اون مهاجرت میکنه به سمت پایین میاد اسمش هست مجرای تایروگلوس این مجرا میشه مجرای تایروگلوس حالا وقتی که قده تیروید رسید به محل طبیعی خودش به محل نهایی خودش اون وقت هستش که سلول های پارافولیکولر که از جسم اولتیبو برانشیال منشه گرفتن یا سلوهی که سلوه سی نامیده می و کلسیتونی ترش میکنن اینها هم میان وارد قده تیروید میشن و در تکامل فولیکول های تیروید و شکلیری فولیکول های تیروید نقش دارن اینها به این ترتیب میبینیم که سلوه پارافولیکولر با سلوه فولیکولر در کنار همدیگه قرار میگیرن و میتونن فولیکول های تیروید رو ایجاد کنن که این شروع میکنه به فعالیت کردن. خب گاهی اوقات ممکنه در این مسیر مهاجرت قده تایروید یه اختلالاتی ایجاد بشه و یا مجرای تایروگلوس قسمتهایش باقی بمونه در چنین شرایطی ناهنجاری های مادرزادی رو خواهد داد ببینید در هر جایی از مسیر نزول قده تیروید ممکنه که یک نقصی وجود داشته باشه و ما یک قده تیروید چی داشته باشیم؟ اکتوپیک یا نابجا داشته باشیم مثلا ممکن قده تیروید یک فردی در زبانش باشه ممکن در جلوی استخوان لامیش باشه یا اینکه ممکن قده تیروید بیاد پایین اما بقایای مجرای تایروگلوس در جاهای مختلف ایجاد تایروگلوسال سیست بکنه کیست های تایروگلوسی رو ایجاد بکنه که اینا میتونن در خط وسط گردن برجستگی ها ایجاد کنن یا حتی در قاعده زبان میتونه یه برجستگی رو ایجاد بکنه ما تو آناتومی یک ساختاری رو داریم که میگیم از اسموس قده تیروید یک ساختاری ممکنه به سمت بالا بیاد به نام در حقیقت زایده پیرامیدال زایده هرمی شکل الان دیگه میتونیم بفهمیم که چرا این اتفاق میتونه بیفته به دلیل اینکه یک بخشی از بافت تیروید ممکنه که در مسیر مجرای تایرگلوس به صورت اکتوپیک تو مسیر باقی بمونه اما بشسبه به اسموس بنابراین اون زائده میتونه ایجاد بشه و در بعضی ایجاد نمیشه اینجا شما یک کیست تایروگلوس رو میتونید مشاهده کنید تو این کودک که کاملا برجسته هستش